اما وای که فرصتهای جوانی در قمارخانه ها صرف می شود. در بسیاری از خانواده ها وقتی می رویم از یک پدری سوال کردم فرزندت قمارباز است؟ صورت وسائل قماربازش رو بنویس برای من بیاور. گفت تمام انواع قماربازی ها رو دارد، این صورت رو فرستاده. پسر من با دوستانش پوکر بازی می کند، آس، بانک، رامی، ورتوش، 21، خروس قرمز، ایاز، تاس، تخت نر، شطرنج، بیقوت، بلوط، 8 و 9، 7 بالا، 7 پایین، سقاب، 4 قاب، سنگ، تلگراف و تلفن، گلبهار، بیلیارد، کارامبول، زیر در رو، لاتال و ده ها بازی دیگر که گفتم بس. عجب این جوان تو با اسرائیل بازی می کند، با ناموسش بازی می کند، با یک ملت و جامعه بازی می نماید. اون فردی و اون انسانی که این چنین خود را آلوده به قمار کند، جوانان فرصتتون را در قمار بازی مصرف نکنید، بدبخت می شوید. سلام علیکم. ضد جهود صلوات بفرستم. این صلوات رو بگذار روز 29 روز چهارشنبه. البته اون روزم من میدونم چجوری از شما صلوات بگیرم، ولی حالا زوده، رمقی دارید، بلند صلوات خط کنید. دنیای زندگی میکنیم جوانان مسلمان، ببخشید که این دنیای غرب از فرصتهاش دقیقه هاش رو استفاده میکند. شخصی گفت ساعت 1 وعده کردم با فردی، 1 و 1 دقیقه رسیدم نبود، چون 1 دقیقه قبل از 1 آمده بود و 1 دقیقه استاده بود و رفته بود. و بعد چه سؤال کردم من آمدم نبودید؟ گفت من هم آمدم نبودید. آقا من 1 و 1 دقیقه آمدم. گفت من 1 دقیقه کم آمدم، تا سر 1 هم بودم. ما 1 وعده کردیم، نه 1 و 1 دقیقه. حالا ما به وعده هامون تخلف میکنیم. بهترین بهانه‌ام ترافیک شده، راه بند، اصلا نمیشد نفس کشید. چون فرصت ها را غنیمت بشمارید، از عدل خدا شکایت نکنید، باید زنجیروار به هم متصل باشد جامعه. بله، ترافیک باید نباشد. اصفهانی ها بعضی هاشون خیلی ناقلان، میگه آهای بچه جون گوش بده بهت نصیحت بکنم. چیست بابا؟ میگه ببین اول برو شاه رو بکن، بعد منار مسجد شاه شیخ لطف‌الله رو بدوز.
یعنی دنیا دنیای محاسبه است. اول بروید مترو بسازید زیر زمین، اون بعدم 100,000 ماشین بریزید تو این 10,000 تا خیابان تا این همه کشتار نشود. هر روز اطلاع پیدا میکنیم یک نفر، دو نفر، یا گاهی 5 نفر، 10 نفر در تصادفات اتومبیل جان دادن. چرا اینقدر عزیزان ما باید بمیرند و استعداد از میان برود؟ چون محاسبه نیست در زندگی. شیخ بهایی جاده ساخته، یک آشیخ امام بستر چه شیخ مرتجع نفهمی بوده و بیشعور، در 380 سال قبل شیخ ارتجاعی بیشعور، به قول بعضی جاده ساخته 100 متر عرض دارد. مهندس با شعورتون در ساوه جاده ساخته برای 12,000 کامیون که میرود و میآید 7 متر عرض دارد. ببین کدام ارتجاعی هستم. 100 متر رو برای پالکی و کجابه ساخته. آن روز دوچرخه نبود، گاری هم نبود، ماشین هم نبود، سواری هم نبود، کامیون هم نبود، تریلر نبود، دیزل ماک هم نبود، ماشین های ارتشی روسی و غیر روسی هم نبود، فقط و فقط شتر، قاطر، اسب و الاغ و بس. الاغ بوده ها، جمان نکنم خر بوده، خر خیلی کم بوده، در نویستم خر زیاد شده. دلیلش آن است که سطح فرهنگ زمان شیخ بهاءالدین عاملی رو ببینید، سطح فرهنگ امروز رو هم ببینید. اون کسی که برای بنده نوشته دانشکده علم و صنعت باسین ممکنه تازه وارد دانشکده شده، والا معمولا اون دانشجویان اینقدر چیز میدونن. اتفاقا دانشجویان دانشکده علم و صنعت رو از نزدیک من دیدم، اکثرا جوانان مؤمن و مسلمان و فاضل و دانشمندن، اما سطح فرهنگ ما از صنعت باسین نوشتنم پایین تره. چرا؟ ما فرصت ها رو کنار میگذاریم. اینقدر در این ایام تعطیلات وسائل تبلیغاتی برای انحراف جوانان زیاد بوده که این جوانان ما علم و دانش رو فراموش میکنن که باید رفت درس خوند. میگه باید رفت پول پیدا کرد. این فکر مادی اومده تو مغزها. در گذشته علم و دانش ارزش ذاتی داشت، حالا ارزش عرضی دارد. دیپلم نگرفتی زودتر بگیر. من گرفتم، استخدام شدم، بسیار خوشحالم که چند روز است رئیس کل آبدارخانه وزارتخانه گردیدم و ما رمضانم تا دلت بخواد نهار چرب و نرم تر است در آبدارخانه های بعضی از وزارتخانه ها تا غیر ماه رمضان. میدونید چرا این مردم خوششون میاد خلاف قانون عمل کنن؟ چون میبینن اونهایی که خلاف قانون عمل میکنن خود طرفداران قانون و بنیانگذاران قانون هم. دولت ایران اعلام کرده اول ماه مبارک رمضان روزخاری علنی قدقم. من نمیگویم کدام اداره بالاتر، میگویم به هر وزارتخانه و اداره خواستید پنهانی بروید ساعت 1 بعد از ظهر سر بزنید، اگر خواستید زودتر بید از ساعت 10 میزها چیده، نوشابه ها، بشقابه ها، حتی ظرف های یخ، ظرف یخ پیداست که این مال افطار نیست، مال نهاره، چون ساعت 10 که کسی یخ نمیگذاره برای ساعت 8 بعد از ظهر. خیلی باید آدم یخی باشد که اون وقت یخ بگذاره برای ساعت 8 بعد از ظهر.
تقدیم برای نهار آقایون گذاشته.